سلام زمین بونجور لسون ود نف لسون ود نف صدای او میده نف این هم فیش خون نمیشه گفتیم که این ته رو بعضی مواقع توی نواهی مختلف ممکنه یه جا بخونن یه جا نخونن ولی اینجا من بیشتر دیدم شنیده میشه ود نف خب اینا دقیق کنید قبلن هم گفتم بهتون خب در مورد صفت‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم این صفت معنی چی میده؟ ورد خونده میشه تا میاد د میاد ورد صفت مؤنثشه یعنی سبز مثلا فرض کن یه نفر داره سبزی پاک می‌کنه داره ورد می‌خونه با سبزی پاک می‌کنه ورد می‌خونه و اینجوری یادتون بمونه که ورد یعنی سبزی یا سبز در واقع و یه غوی فرض کنید یه قوش یه قوش یه دونه مثلا قوش قرمز داره میاد طرف شما میخواد شما رو بگیره قوش قوج خب قوش یعنی قرمز قوش یه دونه قوش داره میاد اومد فرار کنید اینجوری میگم که یکم یادتون بمونه اینا کلمات مهمی هستن و ام که آسون بود در واقع و فم به من فم میخونن خب این یعنی مرد این هم یعنی زن که اینو گفتیم مثلا همایون بگیم که ام بشه و اینم بگیم فم مثلا یه فامیل دور داریم اسمش یه زن فم فامیل فم, فم فم خب مثلا فرض کنید فقیر یا یه دونه آدم بیچاره توی زمستون اومده در خونه شما میبینید سردشه شما میگید بیا تو گرم شو گرم شو شو بیا تو گرم شو شو در واقع C H A U D گرمه و وزنش ا میگیره شو شد شو شد این میشه شو این میشه شد او صدای او میده این اوی بسته رو میده مثل مثلا او آ او مساویه آ صدای این اوی بسته رو میده او اوی گرد رو میده در واقع اینو قبل قبلا هم گفتیم پس میشه شو این میشه شده یا گرم شو خب پس اگه جمع اینا مثلا با یه اسم جمع بخوام به کار ببرم اینا این صفت ها هم حالت جمع میگیرن این اسم میگیره اینم اسم میگیره مثلا نوشیدنی های گرم این باید نوشیدنی ها چون جمعه صفتش هم بعدا باید اسم بگیره بستگی به اینکه که باشه یا مذکر باشه یا این میشه یا این میشه خب نوشیدنی ما گفتیم پواسون پواسون یعنی چی؟ یعنی مایی و پوازون پوازون یعنی سم گفتیم این دو تا اس همیشه سه خونده میشه یه دونه اس بعدش حرف صدا دار میاد صدای ز میده پو پو وا وا مثل وا، تور وا پوازون یعنی سم خب پوازون یعنی ماهی درسته ب داشته باشه یعنی نوشیدنی لا یعنی زنه در واقع فرو فروید میشناسید که فروید هم میگن می آدم سردی بوده خب اینو چجوری میخونیم فروید می نویسن فرو میخونن دیش خونده نمیشه درسته آخر کلمه ولی اگر ای بعدش بیاد تا د میاد فرو فرواد فرو فرواد فرو فرواد اون بوسون اون بوسون فرواد Alors, یعنی قهوه شما بگید یک قهوه گرم یک چای گرم سه یک فنجان قهوه گرم خب یک فنجان اون تس اون تس دو یک فنجونه اون تاس دو این اون دو یک فنجونه حالا قهوه گرم رو میده اینجا پشتش مینویسید این یک اون تاس دو رو قبلا توی درس قبل بهتون گفتم که یک فنجونه معنی میده متد تا این ای خونده نمیشه تا د میاد خب این لا هست یا لو این افش اینجا نوشتم اف یعنی در واقع فمینین هست لا خب فا پس فاصله فاصل آسونه و دیفیسیل دی فاسیل بچه ها نمیگن میبینید این آه اینجا تبدیل میشه به همون ای یعنی دی فی یه دی اومده اولش کار سختتر شده پس دی یعنی سخت فاسیل آسون چرا؟ چون اصلا دی هم نداره اولش میبینید یعنی که کچکتره کتاتره پس یه دی اومده کار سخت کرده یکم دی فقط آشم کرده ای دی دو, تا تام افتاره بچه اینم کنید دیفیسیل پس میبینید که فاصل اون دیفیسیل یه تشابهاتی دارن فاسیل که یعنی آسون مثل فاصله است آسون به دست میاد دیفیسیل یکم سختتر میشه کار میبینید یه دی اومده اولش نسبت به آسون سختره <تصفح> نوشتنش دی رو میذارید دو تا اف میگیره این آش میشه ای دیفیسیل خب این هم بنویسید یه متد آسون یه متد سخت تا درس بعد ا